سکوت 5 روزه خلیفه درمانده پس از نمایش انتخابات و ماستمالی شکست در پای درخت به شیوه کرونا. خامنه‌ای: لازم می دانم اشاره کنم به موضوع مهم انتخابات و از ملت ایران تشکر کنم به خاطر حضورشان در پای صندوق‌های رأی. این جهاد بود. چرا؟ چون در مقابل تبلیغات دشمنان بود. دشمنان جمهوری اسلامی حدود 1 سال تلاش کردند که مردم را منصرف کنند از انتخابات و انتخابات را از رونق بیندازند. مردم با حضور خودشون در پای صندوق‌ها یک حرکت بزرگ و حماسه آمیزی را انجام دادند. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز بعد از کاشت 3 اصل درخت که همزمان با روز درختکاری انجام شد، به انتخابات 11 اسفند اشاره کردند و گفتند: لازم میدونم اشاره کنم به موضوع مهم انتخابات و از ملت ایران تشکر کنم به خاطر حضورشون در پای صندوق‌های رأی. هم یک وظیفه اجتماعی و تمدنی رو ملت ایران با این حضور انجام دادن، هم یک جهاد انجام دادن. میگیم جهاد، چرا؟ چون در مقابل تبلیغات دشمنان بود. حدود 1 سال تقریبا دشمنان ملت ایران، دشمنان ایران اسلامی، دشمنان جمهوری اسلامی از اطراف دنیا تلاش کردند که مردم رو منصرف کنن از انتخابات و انتخابات رو از رونق بیاندازن. مردم با حضور خودشون در پای صندوق‌ها در مواجهه با این حرکت دشمنان، یک حرکت بزرگ و حماسه آمیزی رو انجام دادن. بنابراین این یک جهاد بود. حضرت آیت الله خامنه ای در سخنان خود با اشاره به روز درختکاری، کاشت درخت را یک سرمایه گذاری با صرفه و پرسود خواندند و افزودند: درخت دارای ثمرات زیادی همچون افزایش اکسیژن هوا و مقابله با آلاینده هاست. بنابراین یک سرمایه گذاری پرسود است. ما 3 تا درخت غرس کردیم به معنای اهتمام بیشتر به درختکاری، و یکی از این 3 درخت هم درخت زیتونه. این به معنای اظهار همبستگی و همدلی با مردم فلسطینه که مرکز زیتون اونجاست. مسعود رجوی، 15 اسفند 1402: خامنه ای باید به جای زیتون پنبه می کاشت. آنچه در مهندسی 1 ساله انتخابات رشته بود پنبه شد. پنبه رأی هایی هم که کاشته بود زده شد.